ایگرگ مساوی ایکس. یا اگر بهت بگه یک تابع نزولی داریم، خب یک نزولی واسه خودت مثال بزن، ایگرگ مساوی منفی ایکس. بریم سراغ تست. گفته تابع اف یک تابع پیوسته و سعودی اکید است. گفته چیه؟ نه. خب تو اینو چی در نظر میگیری؟ میگیرمش ایگرگ مساوی ایکس، ولی این تابع اف هم شرط داره. اف یک میشه صفر. یعنی تو یک تابع سعودی میای مثال میزنی ایگرگ مساوی ایکس، ولی این یک شرطی داره. اگر بهش یک بدم باید خروجیش برابر صفر بشه. خب بچه ها، من رو تابع ایگرگ مساوی ایکس چه تغییری انجام بدم که بهش یک بدم بهم خروجی صفر بده؟ آقا کافیه اینو بنویسم ایکس منهای یک دیگه، یعنی یه واحد ازش کم کنم. داره میگه آقا اف یک صفره، یعنی بهش یک بدی بعد خروجیش بشه صفر. خب پس من همون خط ایگرگ مساوی ایکس که تابع سعودی بود و منهای یک کردم، یعنی یه واحد آوردمش پایین‌تر که محور ایکس ها رو توی نقطه یک قطع کنه. پس تابع اف ایکس من شد این. اینو مثال زدم. گفته دامنه تابع جی ایکس داره میشه آر به غیر از آ تابع. بگید حاصل آ تابع چی میشه؟ خب تابع جی ایکس چی میشه؟ میشه رادیکال ایکس منهای ایکس در اف ایکس. بچه ها من اینو بیام بازش کنم، این ایکس منهای ایکس رو بازش کنیم. آقا ایکس منهای ایکس ساده ترش کنم، از ایکس فاکتور بگیرم میشه ایکس در ایکس توی منهای یک. x که سر جای خودشه، x توی منهای 1 اتحاد مزوجه، میشه x منهای 1 در x به اضافه 1. تابع g دیگه از این ساده تر نمیشه. خوب دقت کنین، تابع g رو تو تابع f که بخوام بیام ضربش کنم میشه x، این x منهای 1 در x منهای 1 که ضرب بشه میشه x منهای 1 به توان 2، یه x به اضافه 1 هم که این آخر داریم، این میشه تابع g. برای تعیین علامت باید عبارت زیر رادیکال هر چیزی که هست بزرگتر مساوی 0 بشه. ریشه ها این 0، این یکه، اینم منهای یک. توی جدول تعیین علامت از کوچیک به بزرگ اینا رو مرتب میام مینویسم. خوب دقت کنید، منهای یک، صفر و یک. حواسم باشه، ببینید این خیلی مهمه، حواسم باشه یک ریشه مضاعفه، یعنی در طرفینش تغییر علامت ندارم. علامت خونه آخر بچه چی مشخص میکرد؟ ضریب بزرگترین جملات توی همدیگه ضرب بشه. ببینید ضریب این یکی چنده؟ یک مثبته. یکی بعدی که اصلا یه عبارت تواندوه که اینم مثبته، ضریب یکی بعدی هم مثبته. این ضریبا تو هم ضرب کنم این میشه مثبت. علامت خونه آخر میشه مثبت. توی نقطه یک چون ریشه مضافه در طرفینش تغییر علامت ندارم، پس این میشه مثبت، اینجا میشه منفی و بعد اینجا میشه مثبت. آقا دامنه تابع جی چی میشه؟ میشه از منهای بی نهایت تا منهای یک و از صفر به بعد. حواسم باشه که خود منهای یک و خود صفر توی جزء دامنه تابع جی هستش. ببین تابع جی باید زیرش بزرگتر مساوی صفر باشه، یعنی مثبت و صفر میتونه باشه. خب کجا توی دامنش نیست؟ فقط این تیکه توی دامنش نیست دیگه، بازه منهای یک تا صفر باز، این تیکه توی دامنش نیست، این همین بازه آ تابع منهای یک تا صفر. گفته حاصل جمع آ به اضافه بی چی میشه؟ منهای یک رو با صفر جمعش کنم، جواب برابر گزینه 3 میشه. بریم سراغ مثال بعدی. یک نکته بچه‌ها قبل از اینکه مثال بعدی رو بهتون بگم، آقا توابع غیر یک نوا، یعنی توابعی که نه سعودیه نه نزولی، مثلا یک توابع فوق العاده معروف، توابع درجه 2. ببین این توابع درجه 2، اوکی، این توابع درجه 2 بچه‌ها یک توابعی که نه سعودیه نه نزولیه، یا اصطلاحاً غیر یک نوا. توابعی که غیر یک نوا بچه‌ها، اگر شما دامنه‌ش رو محدود کنین میتونی از تو دلش یک توابع یک نوا، یعنی یک توابع سعودی یا نزولی بکشی. ببین این توابع یک مساوی x، اوکی، این پایین چیه؟ راس سهم میشه. میگم اگر دامنه این تابع درجه 2 از منهای بی نهایت تا رأس بشه، این فقط میشه نزولی. دامنش رو اگر محدود کنم شد نزولی. یا مثلا از رأس به بعد، این مگه نمیره به سمت بالا، تابع چی میشه؟ میشه سعودی. پس تابعی که غیر یک نواه، یعنی نه سعودیه نه نزولیه، تو میتونی دامنش رو برش بزنی، یعنی دامنش رو محدود کنی، بگی آقا تو این یه تیکه دامنه این میشه سعودی، یا تو این یه تیکه دامنه این میشه نزولی. اوکی، پس ما این کارو خیلی انجام میدیم، مخصوصا توی تابع درجه 2 که ما اینو خیلی انجام میدیم، مخصوصا توی قسمت تابع وارون. این خیلی بچه‌ها توی تابع درجه 2 ازش استفاده میشه و کتاب درسی هم دقیقاً روی تابع درجه 2 تا دلتون بخواد روی این قضیه مانور داده. حالا یه مثال خیلی مفهومی بچه‌ها از این بخش واسهتون آوردم، این مثال متوجه بشید دیگه کلا این نکته واسمون به طور کامل جا میفته. ببینیم تابع ایگره یک تابع درجه 2، آی منهای 2 در ایکس 2 منهای ایکس. گفته این تابع درجه 2 ما رو توی بازه 1 تا 2 به صورت سعودیه، بگین حدود آ چی میشه؟ خوب دقت کنین، این مگر یک تابع درجه 2 نیست؟ چرا؟
تابع درجه دو دو حالت داره، یا رو به سمت بالا یا رو به سمت پایین. گفته در بازه از یک تا مستطیل بی‌نهایت. آقا از یک جایی به بعد این چجوری باید باشه؟ سعودی باشه. به نظرتون منظورش حالت اوله یا حالت دومه؟ اینو باید تشخیص بدیم. داره میگه از یک عدد تا مستطیل بی‌نهایت این سعودیه. ببین میگم این حالت دومی اتفاق نمیفته. چرا؟ چون اگر من نقطه اینجا رو در نظر